در همین ارتباط امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی از استانبول همراه ما هستند. آقای شکری، 14 بسته تحریمی اتحادیه اروپا بخش انرژی و مشخصاً صادرات گاز روسیه رو هدف قرار داده. بیشتر از شما در خصوص جزئیات این بسته تحریمی و تأثیرات اون بر اقتصاد و منابع درآمد روسیه بشنویم. بله، باید اشاره بکنم که پس از حمله روسیه به اوکراین، اروپا و آمریکا تحریم‌های متعددی علیه صنعت انرژی ایران که منبع عمده درآمد از روسیه ارزش اعمال کردند و بسته تحریمی که امروز توسط اروپا اعمال شد و تصدیق شد 14 مورد از تحریم‌های متعدد غرب علیه روسیه هستش که باعث بشه ضمن کاهش درآمد ارزی روسیه حمله این کشور به اوکراین خاتمه پیدا بکنه. باید اشاره بکنم که برای اولین بار از سال 1990 سال گذشته درآمد هم سود گازپروم از قبل صادرات نفت و گاز طبیعی کاهش پیدا کرد. در بخش گاز طبیعی 40% درآمد گازپروم نسبت به سال 2022 سال 2023 کاهش پیدا کرد و برای اولین بار 37% صادرات نفت از گاز دلاری هم شاهدش کاهش درآمد گازپروم بودیم. ولی خب در سه ماهه اول سال جاری و همچنین در ماه می بنا بر اعلام رسانه‌های مختلف مثل بلومبرگ، صادرات انرژی روسیه به اروپا بیشتر از صادرات انرژی آمریکا بود. به این خاطر امروز این بسته تحریمی تصویب شد که تا همه راه‌هایی که برای دور زدن تحریمات از کشورهای همسایه مثل کشورهای عرب و هند و یا ترکیه اتخاذ میشه جلوش گرفته بشه و انرژی کمتری توسط ناوگان سایه به اروپا انتقال داده بشه. درسته که این به نفع هم روسیه و هم برخی کشورهای اروپایی هست، ولی خب تاوان چنین معاملی رو مردم اوکراین و سرزمین اوکراین دارن پرداخت میکنن. آقای شکری، این بسته تحریمی شرکت هایی رو هدف قرار میده که تجهیزات حساس هم به روسیه صادر میکنن. چقدر این تحریم های جدید دست روسیه رو در جنگ این کشور علیه اوکراین فکر میکنین که کوتاه میکنه؟ همونطور که در سوال قبلی هم عرض کردم، درآمد ارزی گازپروم با دولت روسیه در دو سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و این بسته تحریم اگر به صورت کامل اعمال بشه و کشورهای مثل کشورهای عربی و هند و یا ترکیه از این تحریم واقعا تبعیت بکنن، این هم بر میزان کارایی ناوگان جنگی روسیه اثر میگذاره، هم صنعت انرژی این کشور رو تضعیف میکنه و هم برخی پروژه های مهم LNG و حتی صادرات گاز طبیعی به برخی کشورهای همسایه مثل چین هم تحت تاثیر قرار خواهد داشت که این همه باعث میشه در میان مدت و دوران مدت سهم روسیه در بازار جهانی کاهش پیدا بکنه، درآمدش کاهش پیدا بکنه و مجبور بشه که هزینه کمتری برای جنگ در اوکراین هزینه بکنه. و اگر عرض کردم اروپا در این مورد مصمم هستش، ولی باید کشورهای همسایه و کشورهای همپیمان با اروپا هم در همدردی با مردم اوکراین و این از این تحریم ها تبعیت بکنن. عدم تبعیت کشورهای همسایه و کشورهای عربی باعث میشه که اقتصاد روسیه رو بکشه و حملات اوکراین ادامه پیدا بکنه و مردم بیگناه قربانی سیاست جنگ طلبی کرملین و شخص پوتین بشن. بله، سپاس از شما امید شکری، کارشناس انرژی که از استانبول همراه ما بودید.